که من دوست دارم و همچنان رو خودش کار میکنه یعنی دیتیل اورینتد با که انسان کاملیه به منم میاد حتی ولی نیست ولی فیلم چرا تو یه روخ گرفتی تو الان میخندیدی یه گوه دوش خوبه نیست نه یاد بازی افتاد <applause> سیسه شبانه شد کامل نه من هی میاد و میره یاد بازی میفتم ناراحت میشه تو دوباره سعی کنم رو خودم کار کنم درد شکست رو خود کار کنی چه خبر بچه خوبی ردیفید برای کم کار میکنم دو... من دارم آه. کم فرهاد خیلی دارم عجیب ضربه بذار کارون تعریف کنه از بازی بعد ما رو من نمیخوام توی خود بازی توی خود اپیزود بگین چرا من میخواستم خوابمو بگم راجع آ بگو خوابتو بگو حالا دیشب من با این وضع کمی که خوابیدم به خاطر بازی رانده دو فکر کنم یعنی بعد اینکه با... بعد بازی که خوابیدم خوابیدم فرهاد دیدم بعد فرهاد رفته بودش چیز مشاور خب بعد در واقع رفته بود داشتش روی چی کار میکرد روی مخصوص حالا روابط زناشویی و اینا بود بعدش هم فراد میپرسیدم که خب چجوری بود و پیشرفت کردی و یه جور تو خواب اینجوری بود که مثلا انگار یه مشکلی بوده و این داره روش کار میکنه و فرق گفت آره خیلی خوبه داریم کار میکنیم و بهتر شده و اینا و تو خواب من داشتم فکر میکردم که بابا بیا اون یه نفری که تو جمع ما اتفاقا تو این قضیه از همه قوی داره داره میره مشاور و ما نشستیم اینجا الله اکبر این همه کنم نباهای بیرونی و خارجی بترسیده بوده این همه خ... انرژی احتمالا همه شده سرما چه میکنید؟ فصل <تصفح> سرما بیشتر بارونه دوربین رو درست کن <تصفح> هی فوکوست باید <تصفح> مستقیم بهش نگاه کنم تو چرا مشکل میشه خیلی کامنت میاد که ایمان حواسش نیست <figured> این قضیه دوتا قضی رو توضیح بدم یه عکس بگی عکس بگی بذار فعلا دو توضیح بدم دوربین من اینجاست من بچه ها رو بخوام ببینم اینجا یعنی من اگه دارم به این مانیتور نگاه میکنم دارم واقعا به قیافه مثلا کارون که داری توضیح میده دارم نگاه میکنم ولی اگه بخوام مثلا به شما عزیزان نگاه کنم بعد برگردم مثل مثلا شبکه دوربین شما یک و نگاه ندارم اینجا برای حتما فکر کنم چه نوانده نکته از این عرفان حواست نبود نه اتفاقا من کامنتار خودم نگاه میکردم مثلا تو اینجوری معلوم بود جویی بود مثلا یه جای دیگر رو فکر میکنم ندارم به تو همه رو داره بازنگری میکنه و... آرم کنکاش میکنم تو ذهنم و پروسه میکنم و که از اون وقت بتونم یه بازدهی خوبی داشته باشم از این فکرسی که تو ذهنش این خالتور حرفاش کی تمام میشه من برم یه وارزون بزنم بیا این دوربینه این اتو رو بعد گول بزنی بعد بشینی جلوش بعد سری بری اپوش اتو فوکس خاموش کنی یعنی اگر که بخوام از اینجا که نشستم فوکسش کنم بعد نزدیک بشم بهش بعد روی اون مثلا فاصله نزدیک شروع میکنه فوکس کردم اصلا. این عالیه همین رو میخوایم. میخوایم اینی که الان هست فست سرما میگید واقعا دیدین چه دیگه فقط داره بارون میاد و شلنگ بازه یعنی قشنگ دیشب خب، دیروز از خیلی وحشتناک بود اصلا عجیب بارونی که داره میاد واقعا عجیب هم میگم اینجا روح آدم خیس میشه یعنی به جسم بسنده نمیکنه و روح هم خیس میکنه بعد شبها حالا من نمیتونم بخوام این عمودی میزنه به این شیشه های ساختمون صدای خیلی بد میداد دیشب دیشب <تصح> <تصح> نه برد. اون مشکل خواب توه فرض تو همچه مشکل نداشتی؟ نه ده ده. نه آخه تو اتاقت یه طوری که شیشاش خیلی نزدیکه به بیرون درست میگم ما, ای ما این بالکن داریم دیگه نه آه. آه. نه برایم. برایم. مستقیمه مستقیم به بیرونی خلاصه خیلی داستان داشتیم چند روزه ولی من خیلی راضیم من واقعا در روحیه کریسمسی رفتم و میبینید که کلاه هم گذاشتم چی شد؟ گفتم ولی دیدم استقبال نشد فکر کنم میخوای خودت تک بشی گفتم من چی میگم من حالا من حس کنم تو زومت به میکروفون وصل نیست زومت داره از لپتاپ پیکاپ میکنه یه میشه آه نه 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 هیچی حرفم پاس نمیخوره اینقدر دوره نسبت به این اونطوری برداشت میشه یه جوری داش اکو میشد فکر کردم آره اگر شما روحیه کریسمسی دارید دوستان هم بذارید من خیلی راضیم فقط بلند نشو هستن دارید هر کاری میکنی بلند نشو کمر به بالا الان حاضره برای اپیزود کمر به بالا این اصلا حاضر نیست هیچ وقت یاد نگرفتم ایمان دیروز یه مهمونی آنلاین سر کار ما گرفته بودم با کریسمس بعد همم باید لباس کریسمس اینطوری میخوشتم تو فکرم بیاد بیام کلاه رو ازت بگیرم که اصلا خودم نرفتم مهمونیو خسته بودم رو بهتون بدم که انقدر ما در استرالیا صحبت کردیم خوبم فلان و اینا دوباره برگشت کرونا به کشور نفر در سیدنی گرفتن کارا رو دوباره کردن با اینا من قرار بود که شرکتشون چیز باشه مهمونی کریسمس داشته باشه بعد همون روزی که قرار بود چیز بشه مهمونی داشته باشه مثلا چند روز قبلش هم مثلا آدم یه روز زمین سر کار اینا همون روز یازده تا کیس تو همون سابر با همون منطقه پیدا شد و این هم دکشور زدن گفتن دیگه اصلا حق نداریم پاتون رو تو آفیس بذاریم اما رو خونه به صورت خیلی شدید و لحن و کنسل کلن اگه بخویم بدونید شون شوره تو دیگه شما دیستون کنید اینقدر گفتی هر هفته تو سه کارون تو هفته خوبی داشتی؟ تو چ... یه بار اسکی رفتی فکر کنم؟ دو بار رفتم دو بار رفتی؟ چطور بود؟ بابا من نمیدونم چرا اسکی شلوغه مثلا من میذارم دیر سری دوم که رفتم من یه رو به نه شب رسیدم یعنی دیگه سگو بزنی تو اون حالت نمیره اسکی بعد من رفتم دیدم ای بابا پارکینگو پره ماشینه یه رو باید تو صف لیفت بایستی آره بکنم... ما... بگو. آره بگو نه خواستم همکار منم هم رفته بود همینو میگفت میگفتش که یه دونه از لیفتام خراب شده بود مثل اینکه نه اونو تعمیر کردن اون روزی که اون رفته بود یه نش خراب بود اون که دیگه, دیگه, دیگه افتضاحه اصلا تا خود تهران صف بوده آره بعد فکر کنم چون ملت تفریح دیگه ای ندارن یا حالا خیلی های دیگه که زمان دیگه ممکن بود کارهای دیگه انجام بدن چون کارهای دیگه نمیتونن انجام بدن الان بیان این کار انجام میدن دقیقا چه کارهای دیگه؟ اصلاً. نمیدونم مثلا تو طول توییچ نیست اسکیه روی آب چیز نمیدونم مثلا یارو یه باری... دیگه آها مثلا منظور فعالیت شما فکر چیز خاصی اومد در نظرت نمیخوای نه نه ورزشای دیگه هم ممکن بود چون یارو ممکن هاکی بازی کنه نه, نه استخ بره بقول تو نمیدونم فوتبال بازی کنه هر چیز دیگه اونها همش تعطیل اینا میان اسکی شلوغه واقعا شلوغه و عجیبه دیگه میگم من یه رو به نه شب رسیدم زمانای پیش مثلا پارسال اون موقع که میرسیدی هیشکی نبود یعنی خودت یه نفره میشه سیل لیفت و میرفتی بالا می دوباره همینجا نبود آخه سال پیش مثلا فعالیت های کریسمسی دیگه هم بود مثلا بازارچه ها بودن چون غذا میفروختن و فلان و اینا ملت میرفتن خرید هزار تا کار مختلف میکنن الان همه تو خرید میرن خرید واقعا شلوغ مراکز خرید و اصلا عبایی ندارن بعد دیالوگ رایج خارجی هم که تو اینجور مواقع میدونید چیه تو صف و اینا اومده بفرمایید <laughs> We are living in interesting times <laughs> <laughs> تو صف به هم میگن اینجوری که اصلا یه سریعا تکون میدن آنهرداوه مثلا اینقدر آدم اینجا <laughs> <laughs> <تص travail> این این وقت شب وسط هفته مثلا سه شنبه و پنج شنبه رفته هم صحبت رو بیشینی چه خبر چرا آره من خودم رفته بودم خرید بعد شاکی بودم چقدر شلوغ اینا و یه لحظه خودم گفتم در تو <تص> ولی قور نمیزنن خیلی خوشم میاد ازشون اصلا نق نمی ولی مثلا با لبخند و اینا به همدیگه میگن که خیلی عجیبه خیلی اینا شدوست دارم دارم فوش میدن دیگه قاید حالا اون چیزی که ما آره آد کره نمیاد کره نفر فکر آقا اینو بگم من دیروز کاسکو بودم حالا یه, م... یه, جای خرید مرکز خرید عمده فروشی آره شهروند عمده بعد من خیلی کارم سری بود تو کاسکو برخلاف همیشه پنج دقیقه رفتم و برگشتم بعد تا برگشتم دیدم پر ماشین پلیس راه و بستن اینا یه بنده خدایم وسط گرفته بودن و داشتم با دستفند و این آه. آره واقعا آره زیپ نمیدونم حالا فارسی پلم داشتن میکردنش پلمش داشتن میکرد آره بعد من شروع کردم فیلم گرفتن که ببینم داستان چیه واسه بچا که نفرستم واسه شما بعد پلیس و نگاه میکرد با دست میزد میگفت برو و برو و بعد من خواستم ببینم چی شده خلاصه اینو راهو بسته بودم بارونم مثل دم به داشت میومد سوار ماشین شدم با ما دیگه اینطوری گرفته بودی و چی؟ اسلحه ما دوربین ما بله بله و اومدم این طرف با ماشین تو که مثلا خیسم نشم دیدم که این بچه شو از تو ماشینش پلیسا ها برده بودن نوزاد مثلا دو سه ساله داشتن ماشینش رو مثلا که مثلا دوز بزنه به ماشینت بخواد بریزه فقط بیرون اینطوری میریختن بیرون سند و عقب رو ریخته بودن بیرون مامانه رو وسط زمین عین مثلا اونی آره عین زیر این بارون همینطور بهش مثلا با گوشه پاشون بهش میزدن و خیلی صحنه دلخراشی بود بعد این بنده خدا سفید پوست هم نبود کاش فهمن اومد که چی شده؟ نه اصلا یه حالت خفقا به همه از کسکو اومده بودن بیرون نگاه میکردن خیلی صحنه دراماتیکی بود و این بچه گریه میکرد پلیس ها همه سگ اصلا نمیشد بری بپرس اصولا من بپرستم آقا چی شده؟ یه یه سلامات <استان> بفرستید ولی دیشب اصلا جاش نبود که خیلی پدر میونی, میونی کنیم در میونی کنی مگه اگه مثلا کت خدای محله ای که بری پدر یه سلامات یه چیزی خودت هم میوردن <وضوع damned Witch> خیلی ترس جان شما چه خبر شما ساکتی چیزی شده نه خیلی عالی بوده من گفتم بذارم اپیزود بعد بزار دیگه صحبت کنم چون الان یا بگم میتونیم اپیزود بعدم صحبت کنیم آره. فرزاد کیفیتش خیلی همین بوده. کیفیت کافی یعنی ده واو, واو. هتفون هم گرفته؟ هتفون داری؟ یه هتفونی هم اضافه کردیم آخر فصل داریم خوب کار میکنیم آخر <applause> یکی کامنت داده بود چرا فرهاد هتست نداره من هتفون هم که گرفتم فرزاد. بعدش کامنت رو خوندم آره اتفاقا جالب بود ولی خب انرژیش بکنم توی فضا بود و شما حس کردین که بریم سلام اینجا خودکست پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه در کنار من کارون جریان داره سلام فرهاد و با ما هستن سلام سلام جونم براتون بگه که خوش اومدین به هفته یکی مونده به آخر خودکست از فصل ششم هفته دیگه هفته آخر خودکست برش میریم یکم به اعمال فکر کنیم و برمیگردیم دوباره مثل روال فصل های گذشته هفته بعد قراره که یه لایو داشته باشیم ما معمولا اینطوری بوده که تو اینستاگرام لایو میذاشتیم به خاطر که همه دوره هم بودیم و میشد این کارو کرد اما متاسفانه این بار نمیتونیم این کارو بکنیم به خاطر اینکه از هم دیگه دوریم هر کی خونه خودشه نمیتونیم کنار هم دیگه باشیم به خاطر این مریضی و برای همین تصمیم گرفتیم که لایو اون رو توی یوتیوب بذاریم میدونم که سختره برای آدم ها. کسایی که تو ایران هستن که لایو یوتیوب رو ببینن ولی خب واقعا چاره دیگه ای نداریم برای اینکه بتونیم اون روال همیشه رو داشته باشیم هنوزم تصمیم نگرفتیم که بخوایم چی کار بکنیم توی اون لایو یوتیوبمون معمولا یه سری سال جواب هست اگر که شما پیشنهادی دارین حتما بهمون بگید برامون مسج بفرستید و سعی میکنیم چند تا از کارهایی که شما به اون پیشنهاد میدین و انجام بدیم چون خودمون هیچ برنامه نداریم دوم این که اون کوپانی که به اون داده بودن از طرف اپلای چند تا 26 شما دیما وقت دارید که ازش استفاده بکنید به آنم گفته بودم که اگه که دوست داشتین استفاده کنید و همین شما چه خبر؟ ردیفید همه چی آرومه؟ خوشحالید؟ عالی خیلی خوب شما این صدای تختقه میکروفون ایمانو میشنوی داره یا فقط منم اولش یک کمی بود ولی الان فکرم بهتر شما نمیشون تقطق داره میکنه؟ یه جاهایی آره تفریق میکنم خواستم بقیه هم میشنم یا نه این نه. بود یا آره نه فکر کنم به خاطر زومه تو یعنی صدای خودت درسته نه مکانیکی نیست دیجیتاله انگار مثلا یه تیکه صدا قطع میشه ببخشید خب آره چطورید کار جان شما بگو شما فکر کنم زخ خورده ای. آره متاسفانه ما, ما دوباره توی دو سال اخیر بار دوبامه که زخ میخوریم از این فینال آسیا نمیشه دیگه ای نمیشه چطور بود بازی؟ بابیم. من نیدم راست بخوای فقط ببین بازی خوب بود من یعنی بازی که از تیم دیدم خیلی بهتر از چیزی بود که انتظارشو داشتم چون معمولا ما از تیمای شرق آسیا انتظار داریم که اینا تیمای خیلی سرعتی هستند که حرکات ترکیبی عجیب غریب میکنن و بازیکنهای ما معمولا تو سرعت جا میمونن از اینا خیلی تیماشون سریع از دفاع به حمله میاد و بلعکس و اینا ولی اینجوری نبود یعنی چیزی که ما دیدیم حالا به جز سی دقیقه اول بازی اینا برداشت های خود منه به جز سی دقیقه اول بازی که انگار مثلا بچه پرسولیس یه ذره استرس و اینا داشتن جو فینال بازی ها گرفته بودشون بازی خودشون رو نمی کرنن. بعدش بازی به نظر من کاملا پایا پای بود اه، اه، اینجوری نبود که بگیم حالا این از شرق اومدن خیلی سر بودن از تیم ما آخر نیمه اول هم که حالا رو یه دفاع اونای اشتباهی داشت پرسپولیس یه دونه زد خوشحالی ما به یه دقیقه نرسید که یه پنالتی دادیم پنالتی رو هم داور ندید یعنی داور همون موقع سود نزد رفتش وی آر اول بازی این گزارش کرده داشتم میگفتن خوبه این سری وی آر هست و به نفع ما میشه و اینا هیچی داور پنالتی تو بازی رو ندید رفت وی ای آر پنالتی شد یکی خوردیم شد یکی یک رفتیم بین دو نیمه ولی هنوز بین دو نیمه من اینجوری بودم که خب میتونن بزنن این تیم کره ای خیلی چیز نیست علی آقا پروینم بین دو نیمه در واقع داشت همینو میگفتش که بچه میتونن بزنن و اینا رفتیم نیمه دوم یه اشتباه بچگانه دفاع پرسپولیس کرد چیزی دیگه این فکرام به خاطر داستان مارادونا بود مهدی شیری زیاد نشست اون بازی دست خدای مارادونا 1986 دید گفتش ده. که خب آره ما رو اونجا پرید با دست زد و کسی نفهمید پشت منم که این مهاجم خفنه شونه بذار من بپرم توپ با دست بزنم کسی هم نمیبینه زد متاسفانه همه دیدن یعنی با... اصلا بدون صحنه آستو با چشم غیر مسلح هم معلوم بود که این آقا با دست توپ بزن هیچی <applause> پنالتی دوم و بقیه بازی هم چه ضربه آزاد بود و اومد سمتش با دست یه سانت پیش؟ کشیدن سانت داشت میرم فرض کن گوشه محوته این دفاع راست پرسپولیس خب دفاع دفاع, دفاع دفاع گوش معمولا قدشون بلند نیست پشت این یه دونه مهاجم برزیلی بود که خیلی هم خوب سر میزد و خیلی بازیکن خوبی بود داشت میزد اصلا آره داشت قیچی میزد این دید به توپ نمیرسه بعد نمیرسه مثلا نبگی با فاصله ده سانتینا این حدود سی چل سانت کم داشت از ارتفاع توپ پرید آه. دو سی چل سانت رو با دست راست جبران کرد یه طوری که هیشکی ندید ولی دستش کاملا باز یعنی بلند اینجوری دیگه <تصفح> والی, والی, والی والی آره دی ترکاشوند تورکاش اونجوری تو چیز دفاع نمی کرد پنجه نمی زد بلند شد و... که داور اینم باز ندید <تصفح> <تصال> 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 یعنی یعنی باز بازی ادامه پیدا که من یعنی من این صحنه رو دیدم اینجوری قلبم گرفت بعد دیدم بازی ادامه پیدا کرد گفتن که خب لابط نزده دیگه بعد دوباره رفت وی آر دیگه اون موقع ما میدونستیم که صد دیگه واقعا همه میگفتن داور دقت کن از اون نه،, نه نه داور اشتباه نکرد یعنی داور رفت پنالتی یا پنالتی بود چی ما داور مثلا به زهر شما جایی یعنی دو... نه به نظر من میگفتن پنالتی ولی قبلش ستجاروس که خطا کرده بود آره اونم پنالتی بودنش که پنالتی یعنی تو محوطه نوراللهی رو زدم ولی قبلش سه جلال یه دستی به یارو زد که من واقعا نمیدونم چرا اون کار کرد م. یعنی اون اگه اون کار نمیکرد اونو میتونست پنالتی بگیره ولی خب قبلش خطای رو گرفته بودن اون موقعیت یعنی... هم آخر بازی بود نه؟ آره اون آخرها بود جالب میشد مجموعه از اشتباهات فردی ببین چیزه نمی... نباید بهش بگیم اشتباهات فردی یکی اینکه من بگم اگه مثلا این تیم خوب بود پرسپولیس بهش میباخت میگفتیم که خب نمیشد دیگه زورش نمیشد مثل دو سال پیش انصافا دو سال پیش بازی رفت حداقل اونا قشنگ سرتر بودن و همون بازی سرعتی که از شرق انتظار داریم و اینا داشتن بازی میکردن ولی این سری واقعا کسی همچه حسی نداشت که اینا سر بودن با اینکه پرسپولیس نصف نیمه رسیده بود فینال بازیکناش خیلی نبودن ولی جا داشت که در بیاره بازی رو ولی حالا این اشتباهات فردی که ایم؟ ما... اگه بازیکنایی که قبلا بودن توش و رفتن تیمای دیگه بودن هنوز به نظر من این تیم رو جمعش کنن. آره ببین آره حالا این اشتباهات فردی من میگم به نظر من دو تا عامل داشت. اولیش که خب عامل مدیریتیه. تیمی که داره میره فینال آسیا باید به اندازه کافی منابع مالی توش باشه که حالا بازیکنای پولدوس مثل ترابی و پا نشن تو این موقع برن یه تیم دیگه. وقتی تیم دفت فینال آسیا تو بالاخره باید اسکلت اصلی تیم حفظ کنی اگه این دوتا می بودن خب شرایط فرق داشت این مسئله مدیریتی که خب ما همیشه باهاش درگیریم دیگه تو ایران هر اتفاقی می میفته افته مثلا ورزش ما دیگه همیشه افتضاح در این مدیرات توشن که مدیریتی نمیتونن بکنن یکی این دومیش دو اینه که ما رو حرفه‌ای نبودن بازیکن ها باختیم اشتباه فردی نباید اسمشو بزنیم بازیکن ما حرفه‌ای نیستن احساسی بازی میکنن مثلا اون کاری که خوشحالی بعد گلی که حال کسی رو انجام داد چشاش رو تنگ کرد و اینا خب اگه تیم یه در واقع روانشناس داشتن اگه قبلش آداب رو بهشون آموزش میدادن میگفتن آقا اینجا لیگ محلات نیست و هر خوشحالی بعد گلی بخوای بکنی این حرکت تو معنی بد نجات پرستانه داره محروم میشی یعنی من اون حرکتش رو دیدم قبل اینکه اصلا ای اف سی رای بده اصلا خبرش دربیاد بیاد من اینجوریام که خب اینو میتونن محروم کنن که شیش ماه هم محروم شد بعدم که همیشه کار ما دیگه نوشدارو بعد مرگ سهراب محروم که شد حالا بیا بریم شکایت کنیم شاید رأی رو برگردوندن که خب قطعا بر نمیکردونن یکی این دو دومیشم حالا همین حرکتی که مهدی شیری کرد اینا دقیقا چیزاییه که با روانشناس و کار تمرینی های مشخص میتونن بازیکنان رو آماده کنن که تو شرایط خاص تصمیم درست رو بگیرن چون یه لحظه است یه آن مغز این به این گفتش که آقا دست بیار بالا و اینم آورد در صدی که اینا اگه از قبل باهاشون تمرین درست میشد میدونست اونجا آقا ضرر این کار قطعا بیشتر از سودش یعنی حتی توپ اگه میومد اون شوت هم میزد بازی احتمالی بود دروازه‌بان بگیره تا اینکه تو اون کارو بکنی کارت زرد امتنی. بگیری و پنالتی هم که خب احتمال گل شدنش بالاست ما رو حرفه ای و <coughs> واقع بینم باشیم حرفه ای نیستیم دیگه به هیچ وجه با قابل مقایسه نیست هیچ کدوم از تیمامون با شرق آسیا به هیچ وجه و خیلی از تیم های غرب آسیا هم الان تیم عربی مثلا قطر و اینا تیمشون واقعا خوب کار میکنن حرفه ای یعنی امکانات دارن امکاناتی مقایسه بکنیم هیچ چی ندارن بازی کنن ما دیدی تو قطر اصلا قطر نبود مسابقات انجام نمیشد دیگه مدیریت خوب امکانات خوب همون موقع که رفتن رسیدن گل محمدی داشت تشکر میکرد که چه امکانات خوبی اختیار ما گذاشتن اینا حالا حرفه ای نیستیم دیگه بعد این اتفاقایی هم که حالا تیم با این وضعیت میره فینال اینا دیگه واقعا رو فشاریه که این بچه ها به خودشون میارن استعداد ما تو ایران کم نداریم که میبینیم هر کی که مدیریت درست بالا سرش بوده حالا تو کشورهای دیگه اگه رفته باشن به جای خوبی میرسن استعداد کم نیست ولی مدیریت بعد دیگه ای بابا این بود بخش ورزشی خودکست <applause> <applause> داغش به دل ما دیگه این که فردوسی پور گزارش کرد خیلی جالب بود برای من اه... اونم یه داغه دیگه دل ما با بابا هیچ چیزتون درست نیست یه آدم محبوب تو اون مملکت بود که همه مدل آدمی دوستش داشت یعنی حرف که میزد صحبتها از مغز جاری میشد به زبون نه از جای دیگه تو دوست داشتی پای صحبت این آقا بشینی برنامهش رو هفته یه بار میدیدی تنها برنامه شاید بشه که واقعا کارشناسی صدا سیمای ایران بود که اونم از محبوبیتش ترسیدن گذاشتنش کنار بعد رفت از اینستاگرام گزارش کرد که اونو باز مایک خارج بودیم نتونستیم ببینیم ولی وقتی خبرش در اومد که این قراره تو اینستاگرام فارسی چیز یه مستدتون هم آره گفتی ما که خارج بودیم نتونستیم ببینیم منظور چیه نمیتونستی دی تو باید آی پی ایران میداشی که بازی رو عادل رو ببینی گزارش عادل رو آره دیگه من نمیدونستم اینو من فکرم دیگه اینستاگرام دیگه اینستاگرام میذاره دیگه نه ببین حق پخشه حق پخش یه سری کشور رو دارن 47 هشت کشور مست که داشتن که آره حالا این ای اف سی فارسی اون اینستاگرامه برای ایران هم داشت پخش میکرد ولی با آی پی خارج رو نمیتونستی من نتونستم بازی رو او یعنی اکانت اینستاگرام و اینا لیمیت کرده بودن آره دیگه ببین بازی آره حق پخش داره هر کشوری کلی پول میده آره من نمیدونستم اینستاگرام رو میشه اینطوری آن... آره با چه یه همچین اتفاقی که افتاده تا بال یعنی اتفاق نیفتاده بود من نمیدونستم میتونستن نسبت به آی پی چیزی رو آه... معنی بکنن بقیه کشور رو از دیدنش آره نه میتونن چون بازی داشت با کیفیت 4K پخش میشد حق پخش داشتن اگه یه سرور وی پی تو ایران می بود ما میتونستیم به اون وی پی ان و ببینیم ولی خب کی میتونه سرور وی پی تو ایران پیدا کنه <applause> بگو همه تو ایران نمبر وی به خارج هست من ولی واقعا چندین سال دنبالم و. یعنی خیلی نیاز دارم بعضی وقتا برای کار بانکی اینا آره 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 شما چه خبر شما دو نفر چه خبر بحث بحث ورزشی مون تموم شد بریم بحث اجتماعی اقتصادی <applause> خبر خواستی نبوده دیگه زندگی معمولی و کارون خوابمون رو دیده و بله خواب دریم داریم آماده میشیم برای هالیدیز هالیدیز من خیلی بگو بگو تو بگو من میخوام برنامه خاصی داری این سوال بود یا نه من خیلی دلم میخواد یه بیرون شهر برم ولی هم با خودم تو دوراهیم هم با خانواده تو دوراهی نه حتما خانواده‌ام راضی کردم ولی اینکه درست این کار نیست چجوریش درسته چجوریش نیست واقعا دیگه حالا آره من اگه تو باشه اون اوائل امین چیز تو خونه نشینی و اینا اصلا داشتم گفتم نه و اصلا مهم نیست و اوکی و نه ولی الان دیگه داره یکم فشار میاد آره من خودم من که فکر, فکر میکردم واقعا مرد تنهای شبم بعد دیدم که یه <تصف> دونه <تصف> <تصف> دموند. آقا این واسه فصل جدید درستش <applause> اصلا مرد تنهایی شب نیست این دیشبش خوراک لوبیا خورده و زرد شد <applause> آره خلاصه ولی آره داره سخت میشه منم خیلی دوستم یه خارج از شهر برم به خب ببین کانادا یه خوبی که داره اون فصل زمستونی که داره قشنگه یعنی مثلا برف و اینا زیاد میاد بعد خونه های کلبه ای مثلا باحال خارج از شهر هست که مثلا میتونی شومینه بسوزونی و اینا برای برای گرما و من اینو دوست دارم سال پیشم با خانواده ما اومدن اینجا رفتیم از استرالیا اومده بودن رفتیم یه کلبه ای گرفتیم خارج از شهر و مثلا یکی دو روز هم اونجا بودیم خیلی حال داد و هر سال هم ما سعی می‌کردیم یه همچین کاری بکنیم حالا هم که نمیشد باز تلاش همونو میکردیم <تص> الان اون تلاش هم دیگه نمیتونیم بکنیم یعنی به قول فرهاد منم هم همش تو دوراهی هم این که حالا اشکال نداره بریم اگه خودم مثلا تنها بلنشم برم یا مثلا مینی با همون بابلی که هست بازم داری سفر میری دیگه بازم احتمالا درست نیست واقعا یه دوراهی خاصی آدم گیر میکنه و دوراهی اخلاقی آره نمیدونم واقعا کجا باید چی کار باید کرد بریم سر اپیزودمون نیم ساعتی من دارم اینجا براتون حرف میزنم جونم براتون میگه که دو هفته پیش من در مورد تئوری توته صحبت کردم اومدیم صحبت کردیم که اصلا این به چه معناست و یه سری مثال های معروفش رو زدیم و حالا مثال هایی که ماها باش آشنایی داریم یا تا حدی چیزایی هست که مثلا میتونیم باورشون بکنیم این هفته میخوایم یک ذره بشکافیمش و بیشتر در صحبت بکنیم یه تتاک هست که خیلی کوتاه ده دقیقه است خانومی هست به نام ریچل رانلز r یو -e ان ان ای ال اس که پیشنهاد میکنم من گوش بدید حالا من یه خلاصه ای از اون خلاصه رو میخوام اینجا براتون بگم یعنی ازش الهام گرفتم توی این اپیزود اه... ایشون موقعی که صحبت میکردن گفتن که دو تا دلیل وجود داره که توریای های توتعه هنوز پا بر با اینکه دسترسی به اطلاعات خیلی بسیار ساده شده نسبت به مثلا 20 سال قبل که حالا اینترنت فراگیر شده بود ولی خب با اینکه دسترسی به اطلاعات خیلی زیاده ولی هنوز این تئوری های توتعه خیلی فراگیر هستن قبلا اینطوری بود که مثلا 20 سال پیش تو یه نفر رو میشناختی به حرفاش اطمینان ات... میکردی هر چی میگفت قبول میکردی و اینا ولی الان با اینکه اینترنت هست و دسترسی به اطلاعات هست بازم اه... یه دروغایی حالا مثل این تئوری های توتعه هنوز پاورجان و آدم ها رو دارن بعضی جاها گمراه میکنن من این کاغذاش انقدر چیزه انقدر نازکه بعد میگیرم جلوی اینجا پنجره است بعد دو طرفشون میبینم اصلا نمیتونم بخونم یه زیزه بزنم پشتش مثلا تئوری ها اول بیام یه چیز بکنیم یه دوباره معناش بکنیم خیلی کوتاه معنای تئوری توته چی بود تئوری که رویداد کنونی یا تاریخی را نتیجه مخفیانه گروهی دستیسگر میدانند این یعنی چی سری یه گروه هستن که اتفاقای حالا تاریخی یا اتفاقای که الان داره میفته رو خودشون رقم زدن نقشه اونا بوده و اینطوری نبوده که به صورت طبیعی اتفاق بیفته یه مثالی هم نسبت بهش زدیم که مثلا نسا هیچ وقت روی به ماه سفر نکرد اون مون لندینگ اشتباه بوده یا مثلا نسا اومده داره تو اریا 51 داره آدم فضایی رو مخفی کرده و به اونا دسترسی داره و داره باشون کار میکنه از تکنولوژی هاشون داره استفاده میکنه یا مثلا جی اف و گروه پلیس سیایه خودشون به قتل رسوندن اینا مثال بود که هفته پیش در صحبت کردیم حالا بیایم در مورد دلایل مختلف که چرا تئوری توته هنوز انقدر فراگیره صحبت بکنیم اولین دلیل که فکر میکنیم فکر میکنم خیلی غیر قابل یعنی دور از باور نیست نظرم درش اینترنته نسبت به 20 سال پیش که اینترنت فراگیر شده مقدار خیلی زیادی اطلاعات ما بهش دسترسی داریم که تقریبا داریم توی اطلاعات غرق میشیم اگر که بریم یه سر به اینترنت بزنیم یه شما بخوای سرچ بکنی هزار تا مطلب مختلف از دیدگاه های مختلف فراش میاد و ما باید انتخاب کنیم که چه اطلاعاتی رو می‌بینیم و حاضر اون اطلاعات رو توی ذهن خودمون پروسس بکنیم قبلا هم در مورد شپ علم صحبت کردیم که ممکنه ماها حالا چیزی که توی اینترنت می‌بینیم رو در واقع یه سری چیزها رو روی اینترنت می‌بینیم که فکر میکنیم واقعی هستن طبیعی هستن و یه جوری بسته بندی شدن برای ما که به علم شبیه حالا اینا شبه علما بر اساس یه سری بی مطرح میشن دیگه بیارو میاد یه سری چیزهایی که ممکنه به نظر تو واقعی بیاد رو میچینه کنار یه سری خرافه عجیب و اینا رو مثلا به خورد تو میده و معمولا هم از قول یه نفر دیگه اینا رو به خورد تو میده قالب علمی به خوردت میده مثلا استرولوژی و اینا اینجوریه که به شما میگه که مثلا این وضعیت ستارگان و اینا و یه سری دلایل شبیه به شما ارائه میده و اینجوری میشه شپل مثال های زیاد داریم دیگه که مثلا از لحاظ پزشکی نصف تلگرام خانواده ما از نظرات پروفسور سمیعی پر شده که ایشون از نحوه درست کردن مخت نیمرو به سرطان زا نواشه صحبت کردن تا خوردن مواد غذایی که رسوبات چربی در رگ های قلبی رو از بین میبره یعنی ایشون توی تمام این هیته ایشون یه نقطه نظری داشتن از رس... <تص> یه ویدیو ایگو، 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 ایگو. ایگو، ایگو. دیدی تبلیغ چاه بازکنا رو مثلا نشون میده که این ماده میاد پشت این لولا پشت این مثلا جرسومات و اینا بعد یووا میکنه میره و یه دونه اینا رو استفاده کرده بودن یکم دکلمه میخوند این متنی که ایمان الان خریم مثال و زد و میگفت همین طوری میاد و این رگا رو باز میکنه و میبره و میشوره <تص> اینا اصلا خونه تکونی عیده یه بحثی که خیلی داغ میشه تو این گروه خانوادگی هایی که ایمان میگه این بحث اینه که کدوم قرص رو تو چه تایمی از روز بخوریمه دیدید مثلا همش میگه آره آمیدی. مثلا فلان ویتامین اگه میخواید خیلی تاثیر داشته باشه با شکم ناشتای بعد دستشویی مثلا باید بخوری اون یکی مثلا اومگا سه رو 18 دقیقه قبل نهار مثلا بود یه تاستکان مثلا آب پرتقال چون آب پرتقال آره. بخوری. ولی قرص آهن رو باش نخوری یا با تاثیرش میبره حالا حالا اینا بعضی ها بر اساس واقعیت باشه ما چند روز پیش یه دونه زوم میتینگ بود بعد چند تا آدم محسن مثلا سمبالا هم اونجا بودن و بحث حالا همیشه اینجا وقتی میخواین صحبت کنین اولین چیزی که در می صحبت میکنین چی این مریضیه دیگه قاعدتا هیچ چیز دیگه وجود نداره آب و هوا هم هست آب و هوا و اینا هوا ولی این مریضیه برای افراد مسنتر الان خیلی از آب و هوای زیاد یه لول اومده بالاتر آره شما صحبت میکنین که فرمان گفته چه آره شما واکسن رو میزنید نمیزنید و اینا بعد دو نفرش هم با هم دیگه بحث میکردن بعد گفت آره من مثلا سال پیش واکسن فران چیزی که زدم بهم به هم خیلی مثلا اذیت شدم دو هفته مثلا نمیتونستم تکون بخورم و اینا هی <تسخ>؟ بدنم گرم میشد تنگی نفس میگرفتم و اینا من که اینطوری کردم هر موقع تنگی نفس گرفتین دو تا آسپرین بخور دمر بخواب تگی نیدی تن خود سنش بالا با آسپرین بخور دمر بخواب کار این دور همه رو حل میکنه اوقا نگیرین اینا رو به هم دیگه عجبیز نکنید شما حالا مثال های دیگه دارید به غیر از این که الان گفتیم برای تئوری توته هایی که حالا خودتون در دسترستون یعنی دیدین از اطرافیانتون شنیدین و یه جورایی از قوله یه نفر دیگه پکیج شده یه برچسبی بهش خورده و مثلا به شما داده شده یه مدت قصه مثلا میگفتش که میگن هسته خورما رو ببرین کف پا قدرتون بلند میشه هم میگفتم؟ نه نه میگفتیش خونده بودم یه جا که همچین چیزی رو گفتن داشتی به تمسخور گرفته بودی من چیز رو یادمه بگو بگو اگه اجازه میخوایی بگی فرم بگو فرم بگو, 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 بگو. بگو نه تو بگو. آه، من وقت زیاد میزنم نه من زیاد قسمت من اول سوالت او... میگم چون هفته پیش شدم این سیمپسونها خیلی معروفن تو این قضیه آخ، چیزا آخ. توته مثلا خب واقعا باحال دیگه مثلا اون قضیه پله اومدن پله برقی ترامپ خب دیگه اونو من چی بگم یه مثلا همین بیماریه اینو یکی بیاد بی زحمت واکاوی کنه به ما بگه بگوید. آره نه اونا خیلی کارشون خوب اتفاقا همین گروه ها تخصصشونه اون تیک های سیمسون رو میذارن کنار هم من یه ویدیو یکی برام فرستاد و باور داشت به این قضیه ایشون به این قضیه باور داشتن که دنیا رو همون 4 5 نفر مدیریت میکنن و دارن ذهن ما رو آماده میکنن با این ها بعد تیک های مختلف سیمسون که درست در اومده بود و داشت انجام میداد من واقعا نمیدونم اینا چه جوری این کار میکنن من خودم سیمسون رو نمیبینم ولی یه احتمالی که هست اینه که حالا اینا مثلا کلی ایده رو مطرح میکنه چند تاش میگیره و اگه نسبت بگیری درصد موفقیتش شاید پایین باشه که خب اون منطقیه دیگه مثلا میگه 100 تا ایده رو مطرح میکنه دو تاش حالا ترامپش درست در و با این ویروسه ولی خب این ویروسه مثلا میتونه یه بخشیش بالاخره با توجه به تحقیقات و اینا باشه دیگه بیل گیتس اون تتاکی که رفت چند سال پیش عینا گفت همچین اتفاقی میفته حالا ممکنه این نویسنده اینا به همچون ریسرچ هایی دسترسی داشته باشه بله اگه مثلا سطحی بهش نگاه کنی یه برنامه کودک یا انیمیشن بخواد بیاد همچین مسائلی و اینطوری اصلا این, مثلا این ق... حالا دست اون... و... اون اه, چیزی که در مورد اون پله برقیه خیلی دقیق بود یعنی رنگ لباسا اون مثلا اون ساینه که میفته کارت که میفته کارت که میفته اون موقعی که دستشو میاره بالا اینا خیلی عجیبه که بخواد کوئنسیدنس باشه که بخواد اتفاق باشه می چی میگم ولی خب اتفاق دیگه یه دونه من یادم الان ایمان پرسید یادم افتاد سال 2001 بود دیگه ها. 11 سپتامبر 2001 بود درسته آره. آره. اون اتفاق که افتاد من یادم یه کدی رو یکی فرستاد گفتش که این کد شما توی مایکروسافت ورد که کپی پیست کنید ورد هم نبود ورد پد بود اون یادتون باشه کپی پیست کنید ببینید خروجی ها ورد پد یا نوت پد نوت پد یه چیز دیگه از ورد پد هم قدیمی بود اگه اشتباه نکنم آره یه چیز قبل ورد گفته چه شما اینو توی یه کدی بود که تو نگاه می‌کردی نمیفهمیدی چیه خب این کد رو کپی پیست کنید توی ورد پد مثلا فلان جاش بعد ببینید خروجی چیه حالا کپی پیست می‌کردی خروجی چی در میمد. نشون میداد مثلا یه تصویر یادم نیست یه حالت هواپیما تور مثلا بود بعد می اومد میخورد انگار مثلا یه هواپیما چهار تا چیز بود هواپیما بود بعد مثلا دو تا حالت برج بود بعدش یه انفجار بود بعد مثلا یه چیز دیگه بعدش این اسکلت مرگ هست روی مثلا الکل و این چیزا میذارن همچون چیزی بود ها علامت سم آره 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 اون بود من یادم من بچه بودم اون موقع 2001 9 سالمون بود آره اون موقع دیدیم و گفتن که آره این اصلا از قبل برنامه ریزی شده بود همونجور که میبینی اصلا تو کامپیوتر شما هم هست مثلا کامپیوتر ما دو سال قبلش خریده بودیم بعد خب الان که بزرگتر شدم. اون موقع من خب اینجور که او چه حد و چه برنامه ریزی از قبل بوده و الان خب بزرگتر شدم میفهمم که اوکی اون کدایی که بوده مثلا کد اون کاراکتره بوده حالا هر انکودینگی که شما استفاده کنی هر کاراکتری که ما رو صفحه میبینیم خب این به یه کدی تبدیل میشه بعد یه آدم خیلی تننازی نشسته کد مثلا اه, کله اسکلت و انفجار اینا رو چیده کنار هم فرستاده ما هم که از دنیا بی خبر اینا رو وارد کامپیوتر کرد و باورمون شد که اصلا اینا میدونستن میتونیم یه یادی هم بکنیم از اپیزود شیما که میگفت ویروس اومده بوده اون دوران برای کامپیوترها و تا حدی بوده که ایشون کامپیوتر رو با پتو پیچیدن پلنگی یادم اینا هم حالا مثال خیلی جالب بود و این مثال حالا شنونده های خودشو داره یعنی یعنی این اصلا مهم نیست که چقدر دور از باوره این مثال که ما میزنیم کسایی هستن که میتونن بهش باور بکنن ما خودمون به با بعضیش باور کردیم حالا برای بازی زمانی یا حالا مثلا بعد به بعضیش هنوزم باور داریم تحقیقات زیادی هم روی در مورد دلایلی که آدمها ها به این توری های توته باور میکنن انجام شده تقریبا جالبی حالا میتونید برید بخونید ولی مثلا نشون میده که آدم هایی که به تئوری توته های مختلف باور دارن دوست دارن خاص باشن به یونیکنس علاقه دارن و اینو دوست دارن که بتونن عضو گروه کوچیکی باشن که هر کسی نمیاد عضوش بشه مثلا همین کسایی که مثلا میرن عضو فلت ارث اسوسییشن میشن تقریبا 6000 نفر دنبال کننده داره <applause> registered members یعنی کسایی که ثبت شدن و ممبرن uh, و شرکت میکنن حالا چیزهای مختلفشون رو کنفرنس های مختلف رو و این جالبه دیگه فکر کن تو این دنیایی که چند بیلیون نفر دارن توی زندگی میکنن یه گروه هست که فقط 6 هزار نفر توشن و اگر تو اون uh, مثلا خاص خ... خاص بودنه رو دوست داشته باشی یه جورایی میری به این مثلا میری به سمت به سمت این جور چیزا میری به سمت تئوری های توته و اینجور مثلا خاص بودن هاست که اونا رو ارضا میکنه یا مثلا تحقیقات نشون داده که باور کننده های اینجور توری ها احساس میکنن که اونها در این مدل از دولت هایی که الان سر کار هستن این روش از دولت هایی که وجود داره نماینده ای ندارن و تنها و اگر شما مثلا با دولتی که الان سر کار مشکل داشته باشی و فکر کنی که همش داره به دروغ میگه خیلی راحته برات فکر کنی که نسا هم چون روی مثلا ما هم نرفته و در مورد ایلین ها میدونه در مورد آدم فضایی میدونه ولی به شما ها مثلا چیزی نمیگه و اون کسایی که فکر میکنن توی این سبک از دولت ها و این سبک از زندگی هیچ نماینده ای ندارن اینا یه گروه دیگه از آدم ها هستن که میرن سمت این تئوری دلیل اول گفتیم دلیل اول گفتم اینترنت برای حالا و مقدار اطلاعاتی که در دسترس ماست و ما خیلی سخته که بتونیم تفکیکشون بکنیم اطلاعات درست از اطلاعات غلط دومین دلیلی که اینجور نظریه خیلی فراگیر میشن و قابل باور تا هستن اونجوری که الان داریم میبینیم به دلیل سبکی که شهر داده میشن خیلی داستانوار اینا میان برای شما سبک سر... شهر داده میشن و اینا برای ما خیلی جالبه ما توی فرهنگمون داستان زیاد داریم اصلا از بچگی با داستانهای مختلف بزرگ شدیم دوست داریم داستان بشنویم حتی دوست داریم از داستانها چیزی یاد بگیریم و دوست داریم یه سری داستان رو برای بقیه تعریف رو کنیم مثلا کلا فرهنگ های مختلف با داستان ادغام شدن و این رو دوست دارن که داشته باشن و اینا هم میان همین کار رو میکنن این خانم رانولز میگفتش که وقتی این گروه های مختلف تئوری توتد حالا شما باشون عضو میشین خیلی این شباهت حرفایی که با شما میزنن کامینیکیشن هایی که با شما میکنن می ایمیل هایی که میفرستن به داستان خیلی شباهت داره و حرفی که میزد میگفتش که مثلا وقتی میان با دیزیو به اشتراک میذارن اون لحنی که استفاده میکنن خواننده رو مثل یک داستان به یه سفر میبره و این داستان ها خیلی برای ما آشنا هستن ما قبلا اینا رو خیلی شنیدیم یه چیزی هست به نام هیروز جرنی یعنی راه سفر یک قهرمان که توسط آقای جوزف کمبو در سال 1949 درست شده یه شیوه داستانگوییه که در طول تاریخ خیلی ازش استفاده شده و توی تمام فیلم که یه قهرمان دارن از این استفاده میشه هنوز هم دارن استفاده میکنن آقای کمبل میاد 17 تا قدم رو برای معرفی کردن این هیروز جورنی میاد معرفی میکنه که من خلاصه رو الان براتون میگم میگه که در مرحله اول قهرمان قصه در یک فرایندی به یه ماجرایی وارد میشه باب. یه چیزی رو می فن... یه میشنوه طرز فکرش حالا مشغول میشه اون قهرمان اون چیزی که براش راحت و آشنا هست رو ازش جدا میشه از اون کامفورت زونش میاد بیرون از اون منطقه امنش یه مرشدی رو پیدا میکنه ازش کمک میگیره کلی مشکلات و وسوسه و اینا رو باش روبرو میشه اونا رو شکست میده راه, راه و پیدا میکنه که از اون مشکلات بیاد بیرون و به دلیل این فرایندی که اتفاق افتاد یه آدم دیگه میشه تقریبا تمام فیلمایی که ما تا الان دیدیم عین همین هزار تا مثلا مثال تمام فیلم های مارول اینطوریه تمام واقعیت هم همینه آره واقعیت... اتفاق میاد آره ولی خب میگم حالا خیلی این فیلم ها و داستان هایی که ما میبینیم همش روش تاثیر داره مثلا همین تمام فیلم های دیزنی که میبینی یه دونه آدم معمولا فقیرتری یه عاشق یه دونه دختر خیلی پولدار میشه برای اینکه بهش برسه میاد مثلا دختر رو از اون بدبختی که داره نجات بده بدبختی ذهنی که داره نجات بده میاد با چند نفر میجنگه مثلا یه دونه مرشدی هم وسط پیدا میکنه که بهش میگه آره تو رو به خاطر خود دوست داره و من میرم با هم دیگه ازدواج میکنم مثلا ارباب ها و هزار تا مثلا مثال دیگه وجود داره که اینطوریه وقتی این گروه های توته از این ترفن استفاده میکنن خب سریع فراگیر میشه دیگه چون ما خیلی برامون آشناس و ما باهاش راحتیم که بخوایم قبولش بکنیم اینجور سبک داستان سرایی رو سه تا علمان هم وجود داره که در این گروه ها موقعی که میخوان با صحبت بکنن خیلی جدی ازش استفاده میکنن اولیش قهرمان داستان دومیش راهنما مرشد سومیش اون عامل تاریکی که باید باهاش بجنگی قهرمان که مایم ما قهرمان ماهاییم که میخوایم زندگی رو عوض بکنیم و به یه چالشی میخوایم کشیده بشیم مثلا میوشال یو اف نتورک یه دونه از این اه, گروه های چیزه که اگ... تئوری توته است که میخواد بگه که شعارشون اینه میگه هدف ما اینه که ام... دنیا رو با دفعاتی که یو اف ها در دنیا دیده میشن آشنا بکنیم ولی این بر عهده شماست که باور کنید یا نه یو اف او, یز... او, او چیه؟ یو اف Unidentified un, un Flying Object یعنی یک جسم پرنده ش... غیر شناخت نشده شناسایی نشده شناسایی نشده. نشده به همین های فضایی که مثلا یه نوری میاد رد میشه به اینا میگن یو میگه که ما هدفمون اینه که تمام دفعاتی که توی دنیا اتفاق میفته شما رو باهاش آشنا کنیم اطلاعات رو به شما بدیم ولی بر شماست که بخویم باور بکنید یا نه یعنی اونها به شما اطلاعات رو میدن و شما قدرت تصمیم گیری داری که بخوای اون اطلاعات رو حالا باور بکنی انجام بدی کارا رو یا انجام ندی دومی شد مرشد و راهنما بود خب او اونا یه سری اطلاعات و تجربه دارن که اصلا رسیدن بهش آسون نیست فقط همون بابا داره هیچ کس دیگه نمیتونه داشته باشه مثلا یه دونه گروه هست 911truth.org یه وبسایت وبسایت یه وبسایت که در مورد 911 و اون سپتامبر 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 11 صحبت میکنه و میگه که یه گروه هست که میخواد ثابت کنه که دولت آمریکا در اتفاق تروریستی 911 دست داشته و می و اینطوری می نویسن شعارشون رو می نویسن به صورت خستگی ناپذیر سالها کار کردیم تا اطلاعات مختلف رو در این مورد جمع وری کنیم این دوره همون میشه دیگه اینا یه سری اطلاعات خیلی عجیبی دارن به عنوان مرشد و راهنما که هیچ کس دیگه بهش دسترسی نداره و اینا میخوان این رو در اختیار شما بذارن و مثلا دارن لطف میکنن که در اختیار شما میذارن و قسمت بعدیش هم میشه اون تاریکی اون چیزی که میخواین ازش عبور بکنیم میخواین باش بجنگیم که اون تاریکیه توی قصه اینا معمولا دولت ها و ارگان های دولتی هستن دیگه مثل نسا مثل CIA مثل دولت آمریکا و برای اینکه شما موفق بشین باید با اونا مخالفت بکنین با اونا باید بجنگین تا بتونید یک آدم درست از ته این داستانی که وجود داره در بیان این سه تا روش رو استفاده میکنن توی حالا صحبت هایی که با آدم های مختلف میکنن پس دلیلی که این گروه های تئوری توته اینقدر پیشرفت میکنن و فراگیر میشن اینه که ما اصلا خوب نیستیم در تفکیک اطلاعات غلط و درست روی اینترنت که واقعا هم سخته یعنی من نمیگم کار آسونی هر کسی میتونه انجام بده اینقدر اطلاعات وجود داره که شما بعد مثلا یه سری منابع خوب رو خودت انتخاب بکنی که بتونی از اون استفاده بکنی و واقعا اینا رو باور بکنی که توی اونام بعضی موقع یه سری چیزا در میره و دوم اینکه خوب بودن این گروه ها توی داستان سرایی نسبت به هدفی که دارن اینا میان داستان هایی که در ات... میخوان... به هدفی که میخوان برسن رو میذارن توی داستان و از شما به عنوان یکی از المان هاش استفاده میکنن داستان رو از زبان شما میگن شما رو به عنوان اون قهرمان و اون قصه معرفی میکنن که بتونن مغز شما رو منیپیلیت بکنن بتونن منیپیلیت رو بگو کاری ما گفتیم دستکاری بکنن <تصفح> 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 که بتونن یه یه لغت بهتری از من بلد نیستم آره که بتونن به هدفشون برسن این خیل... کلا برای من خیلی جالب بودین تئوری توته حالا مثال های مختلف وجود داره دیگه مثل همین 911 موقعی که 911 <تصفح> اتفاق افتاد این تا الان داکیومنتری در موردش اومده مستند در موردش اومده که توضیح میده که چون فلان معلم فیزیک آوردن فلان سلطانه چه میدونم ساختمان سازی آوردن و فلان و اینا که نشون بده یه ساختمون نمیتونه به این سبک بریزه یا مثلا این انفجارهایی که در این میلی ثانیه ها تو این صداها شنیده میشه عادی نیست من خودم شاید به این حالا یه جورایی باور داشته باشم شاید مثلا 911 که از اون مرزا باشه که من دوست دارم باور بکنم ولی خب وقتی میای از اون ورش رو نگاه میکنی میبینی که انقدر باید آدم های... یعنی چون اینکه کار یه نفر که نمیتونست باشه یه اگر که میخواستن این کار انجام بدن ولی یه گروه خیلی خفن این کار انجام میداد دیگه اگر که میخواست چه میدونم تمام این بمبا رو بکارن و این ساختمون رو انقدر تمیز بیارن پایین و فلان و اینا این کار ح... میدونی که چی میگفتن میگی گروه بزرگ اون موقع خبرش میومد که میگفتن اه... چند درصد ده... یه درصد خیلی زیادی از کارمندای اسرائیلی اون ساختمون اون روز سر کار نرفته بودن آره. از این چیزها هم میگفتن نه منظور اینه که اگر که قرار بود این اتفاق بیفته این یه دروغیه یا یه مخفی کردن یه فکتیه که خیلی آدم در موردش میدونن و این خیلی سخت میشه وقتی این اتفاق میفته یعنی وقتی که تعداد آدمایی که باید یه رازی رو نگه دارن میره بالا، درصد اینکه این, این رازه از فاش بشه خیلی زیاده دیگه. وقتی این دو تا کنار هم یه ذره سخت بخوای باورش بکنی با اینکه من یه NDA امضا می‌کنی اگه یه فوش می‌ذاری، میگی فوش گذاشتم برای یکی این راز فاش کنه دیگه. یا مثلا حالا پرنسس دایان بود آره دایانا که موقعی که ایشون حالا یه سری مشکلات داشت با این خانواده یه دونه نامه هم نوشته بود از این سال قبل داده بود دست یکی از این گاردا که اگه من مردم مثلا منو کشتن و خب آدما به خاطری که ایشونو خیلی دوست داشتن و دوست نداشتن باور بکنن اون عدم باور بود نسبت به اتفاقی که افتاده بود شروع کردن دامن زدن به اینکه حالا اتفاقات مختلف میتونه افتاده باشه من نمیخوام این کار بکنم که نمیتونه ها ولی آدم ولی این ارگانیزیشن ها میان شما رو میذارن به عنوان کسی که میخواد یه رازی رو فاش بکنه و شما هستین که میخواین این کارو بکنین یه سری اطلاعات درست و غلط هم بهتون میدن مثلا این ماشین هیچ وقت تو عمرش توی تاریخ هیچ وقت چپ نشده بود و اگرم چپ شده بود هیچکی بود اول که آقا یا چپ شده بود یا نشده بود <تصفح> اول بعد اگه چپ شده بود نمرده بود این با هم دیگه تناقض داره مثلا این دو تا چیز مختلفه تو اول میگه که اول که اتفاق ای نیفتاده اگرم افتاده بی نیفتاده که اگه اینی خلاصه این که این پرنسس دا دایانا بود دیگه مثال دیگه ای دارید که شما بخوایم در موردش صحبت بکنیم مثال نه دلیل رو تو کامل گفتی من یه دلیل دیگه میخوام بگم آره بگو آره من منتظر بودم بدم تو اینو توش اشاره میکنی یا نه اون اپیزود از اون پادکستی که فرزاد هفته پیش بهش اشاره کرد که رشید و جونز و منم و... آره, آره. خب بگی نه بگو آره اون با آقای یووال داشتن ای... اونجا یوال خیلی قشنگ به نظر من مطرح کرد دقیقا همین سال ازش پرسیده شده ازش پرسید که چرا مثلا مردم اینقدر به این تئوری توتعه آینا باور پیدا میکنن گفتش که به خاطر اینکه داستانی که تعریف میکنن خیلی راحت فهمیدنش خب مثلا مثال زد همین داستان این ویروس جدید میگه که اینکه آدم بیاد علم پشت قضیه رو بفهمه که اولا ویروس چیه بعد چه جوری حالا موجودی که زنده نیست میتونه تکثیر بشه، گسترش پیدا کنه، بعد تکامل پیدا کنه، های جدیدش بیاد؟ گفت اینا خیلی مسائل پیچیده‌ایه که فهمیدنش خیلی سخته، هر انسانی واقعا نمیتونه بفهمه دیگه. <صفح> <صفح> بعد حالا از اون ور یه داستان راحت درمیاد که آره این مثلا یه سلاح شیمیاییه که مثلا چین داشته توی آزمایشگاه روش کار میکرد از دستشون در رفته اومده بیرون یا برعکس نمیدونم آمریکا کار کرده که چین رو بزنست از این داستانا میگه این خیلی راحت فهمیدنش برای عموم مردم تا اینکه حالا تو بیای بگی ویروس واقعا چیه چه جوری کار میکنه نمیدونم دی ان ای چیه پروتئین چیه آر ای چیه این داستانا از اونور حالا واکسن این ویروس که داره میاد دوباره تو باید تمام این اطلاعاتو داشته باشی حالا چه جوری مثلا دی شما میتونه یه اطلاعاتی رو بگیره بر اساس اون روی حالا میکروب ویروسی که وارد بدن شما میشه سیستم ایمیل رو فعال کنه میگه این همه پیچیده است هر کسی باز اینا رو نمیتونه بفهمه ولی تو بیای بگی که اینو آقای بیل گیتس درست کرده که یه مایکرو چیپ بذاره تو بدن تو با آنتنای 5G هم بیاد شما رو ردیابی کنه این دیگه راحت اینو همه متوجه میشن این هم به نظر من خیلی دلیل موثری میتونه باشه که فیلم هم این مدل زیاد دیدیم یعنی فیلمی که بیان یه زی ب... بکارن تو بدن تو با یه زی کنترلت بکنن مین یعنی اینا آره. هم راحت فهمیدنش یعنی دیدیمش قبلا لمسش کردیم تا اینکه من برم مثلا دی ان رو بفهمم یا بخوام ویروس رو بفهمم واقعا چیه اونو نه ندیدیم نه رفتیم خوندیم نه اونقدر جذاب بوده که بخوایم بخونیم در آره این جذاب جنبه اینترتینمنت رو نداشت... نداره اون علمه واسه همین کشیده میشیم سمت اون چیز جذاب تره آره هم از خیلی درجه مهمیه دادت... که راحت دیگه نه همین یه مثال دیگه هم که زد تو اون اپیزود میگفت که ان... تو ادامه حرف این که آدم دنبال چیزی هنگ که راحت باشه برای فهمش راحت باشه براشون میگفت که تو تکامل هم که نگاه کنی مثلا هزاران سال قبل خب اصلا اثری از فناوری و نمیدونم تکنولوژی اونا نبوده ولی چیزی که خیلی آدما راحت تر و سریع یاد گرفتن این بوده که مثلا احترام و اون چیزی که توی گروه یه, یه نفر نمیدونم کت خدا باشه نمیدونم لیدر لیدر فامیل باشه این چیزها رو خیلی سریع یاد گرفتن به خاطر اینکه میتونستن لمسش کنن و باز یه چیزی بوده که خیلی راحت بوده <تص> نسبت دو. به اینکه مثلا برن فناوری کسب کنن و این چیزا اصلا دلیلی که اشاره میکنه که ماها موجودات غالب روی کره زمین هستیم همینه میگه ما این توانایی رو داریم حالا راجبش تو اپیزود زیاد صحبت کردیم که هممون به یه مفهومی که وجود خارجی لزوما نداره باور پیدا کنیم و بر اساس اون رفتار کنیم مثلا حالا ملیت شما مال یه کشور هستید دین خیلی حالا همین هر هرچی این باعث میشه یه گروه بزرگی که اگر این در واقع این مفاهیم تخیلی نبود نمیتونست کنار هم کار کنه اتفاقا بتونه کنار هم کار کنه حالا امروز صبح بازی بود من, من یه پرسپولیس دیگر رو تو خیابون ببینم فرتی باهاش ارتباط برقرار میکنم میتونیم احساساتمون رو شیر کنیم در که حالا پرسپولیس چیه آره دیگه پرسپولیس چیه, چیه؟ یه مفهوم دیگه وجود خارجی که نداره تو طبیعت که نیستش یه چیزی تو ذهن ما نه اون ساختمون باشگاه نه بازیکنان نه علی پروینه نه زمین تمرینی هیچ کدوم نیست یه چیزی تو ذهن ما این باعث میشه من یه به صورت اتوماتیک با یه جامعه خیلی بزرگی همدرد بشم طب. و میگه این تواناییه که باعث شده حالا ماها بتونیم همکاری داشته باشیم ولی خب آره دیگه این این گزینه به نظر خیلی مهمه که راحت فهمیدنش در این حد که حالا اون اوایل که این داستان و ویروس و اینا اومده بود او من میدیدم حتی آدم های تحصیل کرده باور داشتن که شما اگه وارد محیطی بشی ویروس وجود داشته باشه اگه ذهنت تیم باشه که من این ویروس رو نمیگیرم تو نمیگیری من اینو شنیدم واقعا از یه سری آدم ویدیوش اومده بود دیگه از دکترای داخل ایران هم می آره یعنی اینکه شما مثلا ذهنت میتونی اون کارو انجام بدی من نمیدونم واقعا این میتونه علمی باشه یا نه ولی خیلی تخیلی به نظر میاد می شما انرژی آره انرژی بدی که من این ویروس رو نمیگیرم وارد یه اتاق دربسته ای بشی که اون ویروس توش باشه فرض من و اون آدمه با هم بریم تو من اینکه به این چیزا باور ندارم ویروس رو میگیرم اون چون انرژی داده ویروس رو نمیگیره خب ببین تو سلول آماده میکنه دیگه بهش میگی برو به نمیگیره آره ولی حالا همه اینا رو گفتم یه دور بحث شد نمیدونم تو پادکست هم حرف زدیم یا نه یه روزی من اگه بیدارشم ببینم همه اینو واقعی بوده من رو تو که باید بریم از این کشت دوله... چار گوشه این میکروفون رو باید بوس کنیم آره. آره مثلا بیاد میگه تمام چیزهایی که ما اینجا مسخره کردیم واقعی بود واقعا ترامپ اومده بود از یه دنیای دیگه اومده بود بشریت رو نجات بده آره اون کیو نان نانه داره. واقعی بود انرژی بود کائنات واقعا بود یعنی فکر من رو کائنات تاثیر استرالوژی بود آره خیلی چیزهای دیگه ماه تولد صبح... آره یه روز صبح ما بیداشیم ببینیم تمام اینا بوده خیلی خنده دارم شد خب این اتفاق نمیبنیم اینو شوخی از مرزا جان درصد به علم باور داشته باشید <تصفح> صد درصد در <تصفح> یه رضی یعنی یاد افتادم که دو هفته از کمکاری کردم و کامنت های توییتر رو در نهی بردم البته حالا شالا اپیزود بعدی یه ده فصل داری کمکاری میکنی فرزاد؟ دو هفته که بیشتر فرزاد بخواهم من یه دونه بگم یه جالب بگم جالب برو برو آقا یه جالب داریم از جالب به فرزاد بگو آره ها آره به به فرزاد بگو به من ایمان نگو بگو به فرزاد بگو واقعا با فرزاد حرف بزن آره آره فرض کن دیگه با فرزاد یه از فلوریدا سین میامی یه یه محل است تو تو میامی اسمش کوکونات گرووه واخ آقا نمیتونم شما خیافه شما تا میبینم این که خب خاموش منش بذار نه اوکی okay, درست uh, بعد اینا یه شست, تا هشت تا چیز توش بود ول بودن تاووس همینطور تاووسا ها میگشتن اینا انقدر این تاووس ها الان شروع کردن به ماشینا ها نکس و مثلا پنت های رو پنت شهر میکنن دا قالپا مثلا خش بیندازن دا اینا یا مثلا شب ها شروع میکنن جفت گیری های. عجیب غریب مثلا بکنن <تصح> 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 صدا بد میاد <تصح> Por jatar. پس صبح که مثلا اینا میان بیرون مثلا شرفنده و اینا احالی به فرزاد بگون آره دیگه زمان فرزاد هم کفی مثلا خیابون ها پوری چلغوزه و مثلا چی فضول آکه ریخته با اینا چلغوز چی؟ سرگوز دیگه سرگوز نمیدونم چیه من به آبا. فضله پرنده چی میگین من به آدم میگفتم چلگوز مثلا میگن طرف چقدر چلگوزه از چلگوز یه چیز تخمه مانند هم هست میخورن ولی حالا بعد آره اینا حالا یه مدت این توی بود که هم گفتم وای چقدر اینا نایسن و قشنگ کردن محله را با بای... یکی از محله قدیمی تو میامه هم هست ولی دیگه الان این قدی مشکل زیاد شده که رفتن به شهرداری نامه زدن شهرداری هم همه تایید کردن که آقا شروع کنیم اینا رو بگیریمشون ولی با این حال قرار یه تعدادی کنترل شده باشن تو محله چون که مثلا زیبایی میدن به محله با خیلی کیوته با اینا صبح که میام میام ولی قشنگ این جمله بزرگو نوشته بود نوشته بود که صدای جفتگیری شواز که خیلی آزاردهنده است که دیگه خیلی داد و جیغ و داد میشه اینا واسه خانواده <applause> بده توی آخه تابوس بد گفتیه پروازم میکنه آره ویدیو با من رفته خیلی خنده دار بود آره تابوس آره؟ پرواز میکنه نه نه که بره مثل قغنوس تو هوا ولی میتونه بپره مثلا قغنوس که افثانه است میدونید آه. میدونم میگم مثل آخه اگه تابوس پرواز کنه قیافش مثل قغنوس میشه بعد اونطوری نیست که بره رو هوا ولی میتونه بپر مثلا ارتفاع خونه یه دو یکی دو طبقه رو میتونه پرواز کنه با اون دوم و با اون پر و بال و چجوری میتونه؟ با این با این با دو... با... تابوس ماده که این دو ماینا رو نداره اون راحته دیگه واقعا نداره؟ آره تابوس خوشگلش نره با... برا... برای جلب ماده با... اینو باز می‌کنه جنسیت زرد سواد نه ولی خب میتونه دیگه همیشه که باز نیست همیشه که آدم خوشگلن برای خودشون ولی <applause> خیلی جالب بود این فلوریدا رو گفتم من چیزی که اومد این چام که از کاخ سفید داره میره میدی اونجا یه خونه داره مثل خونه بزرگ خونه که نیست قصر قصر دارن امضا جمع میکنن که نذارن بیاد اونجا زندگی کنه کامل <applause> چون وقتی که خریده بوده ظاهرا گفته اینجا دائم سکونت نمی... نخواهد کرد بعد الان آدمای اون محله دارن میگن که این نیاد بعد چربرنوا داشت میگفت دیگه فلوریدا که دیگه شدترین ترین اتفاقای دنیا توش میفته همینو رو راه نمیده <تصح>؟ یه مصاحبه داشت تریور نوها با اوباما این هفته نه؟ نه هفته ندیدم من آره من ده. یه کلیپه شد دیدم تو همون چیز کتا... دیلی شده؟ آره فکر کنم همون... ولی زوم توری بود خیلی خنده بود امو... اوباما کتاب داده جدیدم بعد داره خیلی آره مصاحبه های اینجوری میکنه داره کتاب معرفی میکنه و اینا باله زن و اهل کتاب زن بگو فرض آن کامنت بدیم ایمانم اگه از گوشیش بیاد بیرون که نه یه زنگ از سر کار بهم زدن گفتم که اول اینکه مثل همه اپیزو این کامنت ها از یوتیوب اول اینکه مثل همه اپیزود کارون عالی بود مرسی اپیزود هفته پیش کارون دوم هم اینکه که خمی... خمیازه های زیرپوستی ایمان خیلی عالی و کاربردی هستن ویدیوهای آموزشی بذار لطفا زمانه دم گفته اف هاشو میدم خمیازه وان وان میتونید دانلود بکنید ایمان کازم بهت گفته که اینجا هم یعنی توی خودکست مثل استریم یکم تنزش ببر بالا جذاب تر بشه <تصفح> این دوتا رو هیچ ها خواهندی قاطع نکنیم <تصفح> چی کار میکنیم اون بعد هیچ این دوتا رو هم قاطع نکنیم <تصفح> نیما هم کامنت داده بود که یاد اپیزود مارادونا افتادم که بعد از سالها افتخار مجبور شد بین آرژانتین و ناپولی یکی رو انتخاب کنه روی ضربه پنالتی شاید همیشه مرگ و زندگی در میون نباشه ولی قطعا زندگی پر از این جور ضربات پنالتیه که شاید برای همیشه مسیر زندگی ما رو ما و بقیه رو عوض کنه این هم زیر اپیزود کارون اومده بود در مورد دراهی اخلاقی قشنگ نوشته بود نیما یه سری کامنت هم اومد در مورد یه سری کامنت خوب اومد در مورد اپیزود که رفتیم با محیاد ولی یه, زر... یه, سری کامنت عجیب هم اومد که آقا قبلش میگفتید این تبلیغات و مثلا این مثل مشاوره ایران این سایت میخواد عمل کنه و اینا که حالا نمیدونم دلیل نداره ما در موردش صحبت کنیم یا توجیه کنیم ولی اه... این, این کامنت هم بود میخواستم اشاره کنم های توضیح بدم بفرمایید آره ای این ها رو بودش این بحث نمیدونم واقعا از کجا شروع شد و چرا شروع شد ولی اون اپیزود تبلیغی نبود من هم اسپانسر ما نیست نگرفتیم از این کوپونه هیچ پولی به ما نمیرسه آره حالا قول فرزاد نیازی نبود ما توضیح بدیم ولی ما حس کردیم که با توجه به رنج سنی آدمایی که ما رو گوش میدن و حالا علاقه احتمالیشون به در واقع مهاجرت تحصیلی کردن چون قبلا هم یه دور با محیات صحبت کرده بودیم استقبال شده بود خیلی سال ازش پرسیده بودن گفتیم که حالا که در واقع سامانهشون رو راه انداختن راجبش صحبت بشه هر کسی که دوستاش بره استفاده کنه هیچ اجباری توش نیست اگر فکر میکنید که در واقع این محصول درست نیست و کار نمیکنه اصلا ما تبلیغی انجام ندادیم یه بحثی بود اونجا داریم راجع به داده و ارقام و به صورت آماری داریم صحبت میکنیم اینجوری نیستش که نظر شخصی رو بدیم یه کاریه که انجام شده کار کارشناسی که انجام شده امکانش هست اگر دوست داشته باشید میتونید استفاده کنید میگم چون ما حس کردیم که ممکن علاقه باشه به مهاجرت تحصیلی شاید کمک بکنه در صورتی که اصلا نه اسپانسر ما بود نه تبلیغ کردیم نه هیچ uh, چیز دیگه هیچ چیز دقیقا دوری توته بودا بیشتر آره اینم... این از کوپون پول میاره این کام این اتفاق میفته که بعضی ها بعض زیاد مرسومه مرسومه که ازش میتونن یه حق اشتراک بگیرن اگه کسی مثلا بره پول خرج بکنه یه میگیرن ولی برای ما اصلا اینطوری نبوده ما یک دلار هم نگرفتیم و نه ا... اگر هم روزی ما اسپانسر داشته باشیم هیچ ابایی نداریم که بگیم اسپانسر ما بودن نیازی نیستش که حالا ما یواشکی کاری رو انجام بدیم و, اکی... و کلا لطفا به این فوات. خود که از تا و, و کلا نکته دیگه این بود که حالا من خود میگم خود کست که شنیدم که اسپانسر هم داشتن اه... لزوما اون داشتن اسپانسر و پولی که دریافت میکنن تاثیر نداشته تو کانتنتی که تولید میشه تو محتوایی که دارن تولید میکنن مثلا اوکی حالا شاید یه تایمی تو اون اپیزود صحبت بشه ولی دعی نداره که تو حرفی که تو موضوع تاثیر داشته باشه حالا برای آینده دقیقا. آینده خود کست. دیگه چی؟ دیگه چه خبر؟ دیگه یه خبر خوندم در مورد یه محقق تایلندی که در, در، که توی انگلستان در واقع مرک گرفته که داره تحقیق میکنه روی اینکه پر تویور حالا مرغ و کلا تو که کشته میشن برای که گوشتشون استفاده بشه پرشون استفاده بشه و یه حالت ریسایکلی بشه و به خاطر اینکه توش توی اون پر و حالا بافتی که داره پروتئین هست اه... که بتونن ریسایکل کنن حالا تیه ت... 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 با آره و بتونن اون پروتئینش رو در بیارن و دوباره به صورت یک منبع غذایی استفاده بشه و پر بخوریم <laughs> من به بر انسان های آره، آره. اون نه برای انسانها. انسان ها و هم از خب این البته تو خیلی فاز اولی است توی تحقیقشون ولی میگفت که اگر بشه خب خیلی میلیون ها تون پر هست که داره همینطوری پر پر میشه پر میره. پر, ب... پر میشه دیگه وقتی پای مرغ میخوری دونبلان میخوری مولا پر, پر که دیگه اوکی آخه پر... پر میره تحلقت میچسبه نه اونجوری نمیده صبح میریزی توی چایی به جای پود زنجبیل ولی خب خیلی هستن که نسبت به پر پرنده ها فوبیا و حساسیت داره یعنی بدونه توی این داره پر میخوره بقیه لست یکیش نشسته ما من؟ نه به خود آمد پر زدن یا نه یا مثلا نه یا... همون پرم من پر نخوردم که كه... <applause> 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 ولی اگه, اگه اگه مثلا من پر بیارم خونتون نه چرا من... <applause> <applause> حساسم این یه سری کوسن داریم ما این پشت توش, توش پره بعد بعضی ما با این پر در میاد رو زمینه من میام <applause> هر سری هم سکته میکنم نکنه پرنده اومده تو بعد میفهمم از اینا برمان دقیقه کارون زندگی میکردی که واقعا سکته میکردی <تصفح> <تصفح> یه پر واقعی چلغوز با چلغوز ما شیه دیده من اونجا چند کیلو چلغوز زادر کرد در, در میبینی اومدن روی میز نارخوری دارن جفتگیری میکنن <تصفح> آره یه بار اومدم خونه دیدم اومده بودن تو آره یه انقدر در بالکن باز بود من شب از سر کار اومدم عکسش بکنم بر فرهاد فرستم در که دیدم نشسته بودن روی تلویزیونشون و یه چلقوز اینجوری ردیف و بالا به پایین تلویزیون بود بعد اینو من با یه دردسری از خونه راهیشون کردم که برن این تلویزیون چیا که نکشیده واقعا آره بعد دیگه همه جای خونه بود اون میمشون رو هم دیدید یا نه یه چیز میگه پشه که میخواد وارد خونه بشه اینجوری رو میکنه میاد پشه حالا یا هاش بعد وقتی میخواد از خونه خارج میخوره به این دیوار به اون دیوار به این بالا خب همون مسیری که اومدی بره دیگه چرا حال میشه اذیت بعد خودشو میزد به شیشه نمیرفت بیرون فکر میکرد شیشه بیرون هی شیشه من کثیف بود نمیدونم چرا متوجه نمیشود که این بیرون نیست دیگه آره یه ساعت شده میتونیم نیم اوکی این منم ناراحتی حساب این قضیه اوکی باش منو. پس مرسی از تمام کسایی که تا اینجا با ما بودن ما توی تمام فضای مجازی اسم اون پادکست توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که می‌خواید با ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام ما پادکست تاکس که میتونید اونجا ما پیام های صوتی تصویر و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و پنج شنبه با یه بزوی جدیدی دیگه برمیگریم فعلا خدافظ 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 یه تابوس بگیر برام